سلام، یه بار که رفته بودم سفر بنا به دلیل مختلفی اونقدر توی اینستاگرام حاضر نشدم. حتی توی این سفر با خودم تصمیم گرفته بودم که از مناظر زیبای سفرم استوری نذارم. البته راستشو بخواید چندین بار واقعا دلم میخواست که عکس بگیرم و استوریش کنم، اما تهش این شد که فقط تصویر رو گرفتم ولی استوریش نکردم. در واقع میخواستم امتحان کنم ببینم چی میشه اگه یه وقت یه چیز باحال که میبینم سریع پانشم استوریش کنم. بعد فهمیدم که اینجوری بیشتر میتونم از لحظه استفاده کنم و خاطره اون لحظه رو نگه دارم. اصلا دفعه قبلی که رفته بودم سفر بیشتر خاطره فیلم برداری سفر یادم مونده بود تا خود وقایع سفر. بعد توی این سفر یه احساس سبکی خاصی به من دست داد، شاید یکم فکرم بازتر شد. احساس کردم امور بیشتر در اختیار خودمه، شاید بهتر میتونستم فکر کنم و تصمیم بگیرم. تازه جدا از اون فهمیدم که چقدر وقت در طول روز در اختیارمه. یعنی خیلی از ما که فکر میکنیم اصلا وقت نداریم، اگه زمان وقت گذراندنمون توی شبکات اجتماعی بفهمیم احتمالا نظرمون عوض میشه. این محدودیت استفاده من از شبکات اجتماعی نه تنها باعث شد که آرامش بیشتری در طول سفرم داشته باشم، بلکه یه حس آزادی خاصی بهم داد. در واقع به نظر من مشکل بزرگی با استوری گذاشتن سفر نیست، اما بعضی از ما تعادل رو توی این قضیه دست دادیم و باهاش به عنوان یک شغل تعامل میکنیم. انگار برای بعضی از ما واجب شده که استوری بذاریم. حالا اگه با دقت بیشتری به تاثیر شبکات اجتماعی مخصوصا اینستاگرام داشته باشیم، میفهمیم که خیلی از احساسات تنهایی و افسردگی های ما به استفاده از همین شبکه ها برمیگرده. این پلتفرما میتونن باعث بشن که آدم خودشو با دیگران مقایسه کنه، یا بهتر بگم آدم بخشی از زندگی خودشو که به نظرش بده رو بشینه با بخشی از زندگی که دیگه مقایسه کنه. نتیجه اینه که خیلی از آدما از زندگی خودشون راضی نیستن. مثلا خیلی از خانوما از ظاهر خودشون ممکن احساس رضایت نداشته باشن. خیلی فکر میکنن که منی که استوری سفرم رو به شمال گذاشتم الان دارم اشغال میکنم، اما ممکنه منم با این عکس‌ها دنبال یکم جلب توجه باشم، بلکه شاید یکم حالم رو بهتر کنه. در واقع استفاده بیش از حد ما از شبکه‌های اجتماعی ما رو نسبت به خیلی از جوانب زندگی بی‌حس کرده. ممکن نتونیم از طبیعت به این قشنگی استفاده لازم رو ببریم و تا وقتی که یه عکس باهاشون نگرفتیم انگار یه چیزی کمه. انگار تعداد لایک و فالوور و کامنت واقعا باید چیزی باشه که شادی و خوشحالی ابدی بعضی از ماها رو تضمین میکنه. بعضی از ما حوصله دیدن یا خوندن این مطلب نسبتاً کوتاه رو هم نداریم. شاید باید حتما کمتر از 1 دقیقه باشه تا شاید یکم بیشتر ویو بخوره. اصلا این شبکات اجتماعی طبق تحقیقات به تمرکز ما ضربه زدن و بازه توجه ما رو واقعا کم کردن. در نتیجه ما تو خیلی از کار زندگی با مشکل ضعف تمرکز و توجه مواجهیم و خیلی وقتا نمیتونیم بیشتر از یه حد کوتاهی قشنگ توی کارامون عمیق بشیم. یه ویژگی که شبکات اجتماعی مثل اینستاگرام دارن اینه که میتونن باعث بشن ما نسبت به خیلی از وقایع اون حس واقعی لازم رو نداشته باشیم. یعنی وقتی که شما بعد از تایپ کردن یه ایموجی خنده سریعا یه تصویر ناراحت کننده رو میبینید و ممکنه یه ایموجی گریه هم تایپ کنید، سوال اینجا مطرح میشه که واقعا شما ناراحت شدین یا هنوز جو خنده قبلی روی شما مونده؟ یا مثلا 2 دقیقه بعد یه ویدئوی آموزشی کوتاه نگاه میکنید، آیا واقعا شما انتخاب کردید که این ویدئو رو ببینید یا فقط منتظر بودید که اینم زمانش تموم بشه و برید سراغ ویدئوی بعدی؟ همونجوری گفتم اینستاگرام و از قبیل اینستاگرام میتونن تعامل ما رو با اشیا خیلی سطحی کنن، ولی نکته اینجاست که این شبکات فایده های زیادی هم با خودشون به همراه آوردن، مثل افزایش آگاهی. البته بعضا افزایش جهل هم توش هست. یا مثلا این شبکات ممکنه فضای فراهم کنه که بعضیا بتونن نظرات و استعدادهای خودشون رو بروز بدن. یعنی بعضی افراد ممکنه بتونن فرصت شغلی مناسبی رو پیدا کنن، برخی مؤسسه‌ها و فروشگاه‌ها ممکنه بیشتر بتونن با مشتری خودشون در ارتباط باشن. ضمن اینکه این شبکات تونستن مصدر خوبی برای جمع‌آوری کمک به نیازمندان باشن. البته خب بازم باید از اعتبارشون مطمئن شد.
و الاخر. اما با همه این مزایا خیلی از مواقع مضراتش غالبا بر فوایدش غلبه میکنه، خصوصا توی اینستاگرام. افزایش استرس و افسردگی، مقایسه غلط، کاهش اعتماد به نفس، کاهش تمرکز، از دست دادن بخش زیادی از وقت، کاهش قدرت تصمیم گیری، ضربه زدن به خواب و الی آخر. حالا باید چیکار کرد؟ باید کاملا از دست این شبکه‌ها خلاص شد؟ جواب این سوال به خود شما برمیگرده. اما اگه قصد نداری که از این شبکه‌ها به طور دائم خارج بشید، من یه چند تا پیشنهاد براتون دارم. مثلا خود من تعیین کرده بودم که زمان مشخصی از روزم رو اجازه دارم وارد اینستاگرام بشم برای اینکه پستا رو چک کنم و استوری بقیه رو ببینم. یعنی فقط اجازه دارم. این به این معنا نیست که استفاده خواهم کرد، بلکه فقط مجاز به استفاده توی اون زمان مشخصم. یعنی این بهتر از اینه که کل روز مجاز باشم ازش استفاده کنم. مثلا فقط از ساعت 8 تا 9 یا 7 تا 8 اجازه دارم که وارد اینستاگرام بشم برای چک کردن پست و استوری. همچنان این به نظر زیاد میرسه، اما خب شما قطعا میتونید کمتر استفاده کنید. با این کار شما میتونید جلوی این که هر نیم ساعت گوشیتون رو چک کنید بگیرید، چون این چک کردن و بررسی کردن دائم میتونه باعث ضعف تمرکز بشه. یا مثلا چک کردن گوشی اول صبح میتونه حال شما رو در طول روز بد نگه داره. یا مثلا قبل خواب میتونه به خواب شما ضربه بزنه و ذهنتون رو مشغول نگه داره. پیشنهاد بعدی اینه که اگه از پیجای استفاده میکنید که دارن به شما سود میرسونن، بگردید ببینید آیا میتونید از طریق دیگه‌ای به محتواشون دسترسی پیدا کنید یا نه. بعد هم هیچ لزومی نداره که شما از تک تک لحظات زندگی بعضی از رفیقاتون مطلع بشید. یا بالعکس، شاید بقیه نیاز ندارن از تک تک لحظات زندگی شما مطلع بشن. احتمالاً اگه خیلی از اوقات سعی کنید که از لحظه لذت ببرید، خیلی تجربه بهتری خواهید داشت. باز نکته اینجاست که هر شخصی که داره لحظات زندگیش رو به اشتراک میذاره، لزوماً به این معنا نیست که دنبال خودنمایی یا جلب توجهه. اما خب به نظر من ما خیلی جای مدیریت تو این قضیه داریم. بعد اینکه سعی کنید دنبال یه موضوع خاص باشید، تا اینکه به طور متفرقه مثلا یه ویدیوی خنده‌دار ببینید، بعد یه خبر بخونید، بعد یه سلفی تو شمال ببینید، بعد نمیدونم یه دلنوشته و همینجوری رو به جلو. سعی کنید خودتون دنبال محتوا برید تا اینکه بدون اختیار محتوا نمایش داده بشه. اینجوری به نظر من میشه توی اشیا عمیق‌تر شد. و پیشنهاد بعدی اینه که از اینکه چیزی رو توی اینستاگرام از دست بدید نترسید. نگران نباشید، واقعا از زندگی عقب نمیافتید. خیلی از اوقات اصلا موضوعات مهمی ترند نمیشن و اگرم بشن شما میتونید از چند تا از دوستاتون سوال کنید و با خبر بشید. این احساس کاذب که با استفاده نکردن از اینستاگرام شما دارید چیزی رو از دست میدید رو سعی کنید از بین ببرید. در واقع ما بعضا با چک کردن اینستاگرام داریم خیلی از فرصت‌های زندگی رو از دست میدیم. یعنی ما میتونستیم بیشتر از لحظه لذت ببریم، میتونستیم بیشتر بنویسیم، میتونستیم بیشتر بخونیم، میتونستیم بیشتر ورزش کنیم، میتونستیم بیشتر استقلال فکری داشته باشیم، میتونستیم بهتر تصمیم بگیریم، میتونستیم بیشتر به چیزهای واقعی اهمیت بدیم، میتونستیم کمتر استرس داشته باشیم و میتونستیم بیشتر خودمون باشیم. البته محدودیت یا ترک شبکات اجتماعی مثل اینستاگرام قطعا اولش برای خیلی از ماها سخته، اما مطمئن باشیم که بعد از یه مدتی قشنگ میتونیم فوایدش رو ببینیم. بعد یه مدتی وقتی فکرمون بازتر شد، خودمون رو بهتر میتونیم بشناسیم، زندگی رو با دید واضح‌تری میتونیم ببینیم، با دید خلاق‌تر، با دیدی که کمتر تحت تاثیر افراد دیگه است. به عبارتی میتونیم واقعی‌تر باشیم. I'm paving the way, jumping all these hurdles in my lane. Switch the hustle, but I stay the same. But I gotta keep one on me, I'm not safe, not safe. Paving the way, jumping all these hurdles in my lane. Switch the hustle, but I stay the same. But I gotta keep one on me.